خداوندا در این دنیای بیرحم وجودم را به دستت می سپارم. به تو محتاجم و بی تو من هیچم، به لطفت روشن است شبهای تارم. دو دستم می آید به سویت، بگیر و مایه آرامشم باش. تو ای سنگ صبور مهربانم، تقاضای دعا و خواهشم باش. خداوند زمین و آسمانی، تو حاکم بر امور این جهانی، مرا فرمان گذار درگهت کن. تو ای عشق عظیم جاودانی، تو ای عشق عظیم جاودانی. عزیزای من، گلای من، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستین. مینا مددی هستم با برنامه علم عبادی قدرت پنهان. الهی، نور الهی، نور قدرت پنهان تو خونه تک تک شما عزیزای من باشه. برنامه رو شروع کنیم با جواب دادن سوالاتتون و با اینکه خطاتون رو بگیریم، عبادت داشته باشیم. هیچی قشنگتر از زیباتر از عبادت نیست. شما در نظر بگیرین چه اون کسی که عبادت داره میکنه برای شما یا برای خودش، در نظر بگیر چقدر احساس آرامش میکنه وقتی قلبشو میسپره به نور الهی. نازنینای من، در نظر بگیرین چقدر احساس آرامش و احساس خوبی داره. انشاءالله شما عزیزای من، شما گلای من که میبینیم بسیاری شما مهربونا، چقدر دارین لطف و محبت میکنین به هم نوعی خودمون، به ایرانی های نازنین. و جای این هستش که من از آقای حبیب قدردانی و تشکر کنم، به خاطر اینکه برادر عزیزمون میفرمایند که من تصمیم گرفتم برای در زابل، متاسفانه میفرمایند که خیلی ها هستن آلوده به مواد مخدره و عده ای رو شناسایی کردم، خودم میدونم کیا هستن و اینا مادرن، اینا مادرن، بچه های کوچولو دارن و متاسفانه تا حتی اون بچه های کوچیک، اینجور که آقای حبیب برای ما میگفتن، مثل که متاسفانه بچه های کوچیک هم نازنینای من براشون مشکل ساز شدن مادرها، و تصمیم گرفتن که آقای حبیب میگن که اینا رو که من زیر پوشش دارم دونه دونه میخوام براشون آینه تهیه کنم و اینها هم بتونن زندگی سالمی داشته باشن. و میگیم واقعا سپاسگزاریم، قدردانیم از آقای حبیب که چنین زحمتی رو کشیدن. گرچه عزیزای من، گلای من، در کشور عزیزم ایران زندگی نمی کنن، ولی میگن خب من اونجا بودم و میدونم، خیلی ها رو میشناسم و الانم بستگانم و دارم و بستگانم به من میگن که کیا هستم، واقعا نیازمندم. عزیزای من، گلای من، این شعله که شما نازنینا به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنید، واقعا بعدا سعی میکنید که برای هم نوع خودمون، نازنینای من، کمک های بزرگ باشین. واقعا با اون قلب بزرگتون، با اون قلب پرمهرتون، میشه گفتش که تبریک میگیم. این شعله که خدای مهربان، پروردگار، برکت زندگیتون رو چندین برابر کنه. یه موقعی میشه عزیزانمون میگن خب ما که به گنجینه های بسیار دسترسی پیدا کردیم، خب مگه از این گنجینه ها رو راستی چقدرش خودمون لازم داریم؟ راستی هم همینطوره نازنینا. مگه یه خانواده، شما فکر کن که دیگه یه خانواده خیلی بزرگ هستن، 100 نفر،
برای 100 نفر 100 تا خونه بخری، برای 100 نفر 100 تا ماشین بخری، برای 100 نفر 100 تا کاره، نمیدونم شرکت دوست دارن، حالا هر کاری دوست دارن براشون درست. بازم این ثروت مونده، بازم این گنجینه رو راستی میخوای چیکارش کنی؟ بس در نظر بگیر به اون روح بزرگتون، به اون مهر و محبتتون. البته خیلی ها رو ما میبینیم که عزیزانمون میگن ما قبل از اینکه گنجینه پیدا کنیم انقدر مهربون نبودیم، ولی وقتی گنجینه به دست میاریم انگار مهربونی هم اونم خودش جزو گنجینه میاد با همون. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از لطف پروردگار و میگیم که واقعا اون گنجینه‌ای که مهر و محبت براتون میاد قدرش رو بسیار بدونید، چون همیشه میتونید اونو نازنینای من. بله بعضی از عزیزانمون هستن متاسفانه گنجینه به دست آوردن رفتن تو قمارخونه ها، نازنینای من میشه گفت آتیشش زدن، ولی عزیزای من اون مهر و محبت، اون مسئولیت نسبت به دیگران که برای تو میاد دیگه میشه گفتش که نه، هرگز این کار رو نمی کنی، هرگز نمیری هزینه ای رو که لطف خدای مهربان پروردگار به تو هدیه کرده، هرگز نمیری اونو بخوای خدای نکرده در قمارخونه ها ببازی. گرچه باختنش هم در قمارخونه هام که نازنینای من میبینیم که عزیزانی هستن که میگن ما 3 سال هر شب توی لاس واگاس هستیم و اونجا برای ما جایی رو نگه داشتن و هتل مخصوصی هستن برای ما. خب متاسفانه اینم عرض کنیم خدمتتون نازنینای من، جاهایی که قمارخونه هست تو این کشور و البته کشورهای زمیران رو میدونم که همین چی پنهانه، و نازنینای من متاسفانه وقتی عزیزانمون میرن به قمارخونه اولا که اصلا احساس خستگی متاسفانه نمی کنن در قمارخونه که بتونن بازی کنن ببازن انشاءالله، که اینا رو همه رو در نظر بگیرین. خیلی از شما عزیزا هستین خب در کشور عزیزم ایران بل به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنید و میایید این ورا و اصلا از قوانین آشنایی ندارید و متاسفانه بله یه عده همون به طرف قمار رو به طرف این نوع مسائل میکشوننتون. سعی میکنیم امروز درباره این موضوع صحبت کنیم به این دلیل که استادای عزیز میفرماین وقتی شخص میره به قمارخونه و هزینه بسیار زیادی رو در قمارخونه میبازه، انسان این چنینه که انگار عبادتامون رو انگار پروردگار قبول نکرده. و این حرف واقعا برای منی که استادای عزیزم رو میشناسم نازنینای من دردناک شنیدنش، به این دلیلی که استادای عزیز زندگی رو میذارن برای انسانها، بس این حرف زدنش واقعا میتونه دردناک باشه، نه فقط برای من، برای تمام عزیزانی که استادای عزیز رو میشناسن. بس امیدوارم وقتی که به گنجینه دسترسی پیدا میکنی نازنینم، قبل از این که گنجینه به دستت بیاد ارادت هم اون پروردگار قوی کنه و گنجینه تو واقعا نبری در جاهایی مصرف کنی که اصلا لازم نیست، اصلا لازم نیست عزیزای من. و انشاءالله که شما گلای من خیلیاتون هم هستین، میبینیم که بله اومدین تو این کشور تا حتی سرمایه گذاری کردین، ساختمون سازی دارین میکنین، آشتمون خراش دارین میسازین و میگین بهرهاشو میفرستیم برای کسانی که میشناسیم میدونیم. پس نازنینای من اینم قشنگه، ولی با تمام اینا شخصا من آرزوم اینه که تولید کار کنی در کشور عزیزم ایران، به این دلیل که مسئله بیکاری نازنینای من در کشور عزیزم ایران میشه گفت ضربه بزرگی داره به جامعهمون میزنه. انشاءالله که شما نازنینای من، شما گلای من، این چنین که فراموش نکنید هر کدومتون که برای سرمایه گذاری و به دست آوردن گنجینه به دست میارین نازنینای من اولش تلاش کردید، اون اولش رو سعی نکنید هیچ وقت فراموش کنید. خیلی هاتون هستین، من باهاتون در ارتباط هستم، میدونیم با هم صحبت میکنیم، و خیلی هاتون هستین نازنینای من قرض میکنین تا بتونین سرمایه گذاری کنین، درسته بعدش چندین برابر به شخص میپردازین، ولی نازنینم عزیزم اون سختی رو همونی که تونستی مثال به خواهر، به برادر، به دوست، به همکار رو بندازی و هزینه ای رو بگیری و سرمایه گذاری کنی، نازنینم خود اونو در نظر بگیر، آسون نبوده. بس امیدوارم شما گلای من، شما نازنینای من وقتی به گنجینه ها دسترسی پیدا میکنی اون روزا رو اصلا فراموش نکنی،
چقدر خوبه. اون روزاست که ما انسان‌ها رو قوی میکنه، اون روزاست که ایمان ما انسان‌ها رو به لطف پروردگار و نازنینای من به اینکه خودمون رو بهتر بتونیم بشناسیم، انشالله که این چنین باشه که نازنینای من هیچ وقت فراموش نکن. چون اگه اون روزا رو فراموش کنیم نازنین من، طبیعتاً خب میگیم خیلیاتون هستین تا حتی میگین که 500 میلیون دلار رو ما رقمش هم نمیدونیم چنده در کشور عزیزم ایران. بله نازنینای من بسیار هزینه والایی که تازه این برای کسیه که کمترین مبلغی که به دست میاره 500 میلیون دلاره. عزیزای من، نازنینای من، نه بلکه برای شما زیاده، بلکه اینجا هم تو این کشورها هم میشه گفتش که خیلی کم، خیلی خیلی کم میشه گفت که مردم این هزینه رو دارن. بله نازنینای من، انشالله که موفق باشین، قدر مالتون که به دستتون میرسه قدرشو بدونین، شکرگزار باشین و نعمت که پروردگار بهتون هدیه کرده، البته همت خودتونم بوده، چون هم میشه میگیم که لطف خدای مهربان، لطف پروردگار این چنینه که از ما حرکت، از نور الهی هم برکت. بس اینو هیچ وقت فراموش نکنیم نازنینای من، و حرکت بسیاری کردین، به گنجینه هاتون دسترسی پیدا کردین، قدر بدونین، محبتتون رو تقسیم میکنین، سپاسگزاریم از لطفتون. و قبول باشه از عبادت هایی که دیشب، البته دیشب ما، و شما عزیزا سعی کردید با ما 45 دقیقه رو با ما بودید، خیلیاتون به ما زنگ زدید و گفتید ما هم برای بچه های سرطانی عبادت کردید. دستتون درد نکنه، سپاسگزارم از لطفتون. و یه سوال دیگه ای رو شما عزیزا انجام داده بودین که چرا بس برنامه تلویزیون فقط یک رو بود، در جا که عبادت 45 دقیقه بود. نازنینای من، عزیزای من، برنامه هایی که از زیر دریا فیلم برداری هستش، اونا زمانش بله یک ربعه. و این چنینه که وقتی اعلام میکنیم یک نوشته ای رو میندازن، خب همون آگاهی کردن شما عزیزا فکر میکنم کافی باشه. وقتی انسان وقتی با میسته به عبادت که نازنینم عزیزم دیگه نمیره به تلویزیون، بس برای اعلام کردن تا حتی فکر کنم یک دقیقه هم کافی باشه. اینم برای خیلی از عزیزانمون که جواب خواسته بودن، جواب دادیم خدمتشون. انشالله که موفق باشین، معین باشین، و میگم دستتون رو میبوسم، سپاسگزارم که عبادت های دیشب هم با ما بودین. یه سوال دیگه ای از ما داشتین که نازنینای من، سوال کردین که استادای عزیز کی باز هم به آسمون کشور عزیزم ایران میان. نازنینای من، گلای من، من الان براتون اعلام میکنم جمعه آینده، نه این جمعه که فردای ما هستش نازنینای من، جمعه آینده برنامه ریزی شده که باسم استادای عزیز با قدرت نور الهی باسم به آسمان کشور عزیزم ایران خواهنم. بازم شما لباس چرنگی بپوشین، چیکار کنین، اگه احیانا چیزی باشه من عرض میکنم خدمتتون، اگر نه نازنینم اون بارم که اومدن یه لباس معمولی هر کسی هر چیزی که پوشیده بود، ولی ترجیح میدیم که لباس ها رنگ روشن باشه. اگه خبر دیگه ای تا، البته هنوز میشه گفت 9 روز وقت داریم، تا این 9 روز اگه خبر دیگه ای باشه حتما عرض میکنیم خدمتتون و بهتون میگیم. فداتون بشم، خطاتون رو بگیریم، بی خبر نیستیم از گفته هاتون، نظریه هاتون و سوالاتتون. بعضی از سوالا بسیار زیاده، سعی میکنیم یک جا جواب بدیم به دلیل اینکه وقت عزیزم نازنینم، و بعضی از سوالا خیلی خصوصیه که نازنینای من، عزیزای من، اونها رو روی ایر ما نمیتونیم جواب بدیم. خطی بگیریم، با شما باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام و عرض ادب خدمت سلام گلم، حال شما؟ فداتون بشم، حالتون خوبه جانم؟ سپاسگزارم مینا عزیزم، خوشحالم که باز استادان گرامی تشریف میارم به ایران عزیزمون. بازم میزبانی دار، باز شما ها میزبان میشین. با نور الهی میزبان میشین، لطف پروردگار. بله جانم بفرمایید. بله همینطورم هست جانم، من خوشحالم قربونتون برم. از ایران عزیزم تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله بفرمایید. به نام زهرا، نام پدر رحمان، و از معجزه قدرت پنهان خانم بهشت از آلمان
جزیره تلسم سیاه شده بودن، میگفتن همسرم نمیخواست با من زندگی کنه که چون که چند سالی بودش که با خانمی آشنا شده بود و بهانه جور شده بود. دو فرزند داشتیم و هر وقت با اون تماس میگرفتن یا سر کار نبود یا تلفن رو جواب نمیداد. از اون که سوال کردم میگفت مگه تو شک داری؟ تا اینکه از بهشت عزیز خواست که جدا شه. به کشور ترکیه رفتن و در سفارت برگه ها رو امضا کردن و میگفت که همسرم گاهی نگاهی میکرد و انگار که بستر دوراهی بود. بعد از جدایی متوجه شدم اون خانم چیزهایی با خودش آورده بود که جدایی بعد از جدایی من و همسرم ایشون به من فکر نکنه. حتی سر صداهایی رو هم میشنیدم، نمیدونستم چیه. در ترکیه دچار حادثه تصادف شدن و برای همیشه فلج شدن و به کشور آلمان که فرستاده شدن برای درمان در بیمارستان که بودن با پروفسوری آشنا شدن که ایشون رو معالجه میکردن، صحبت کردن در مورد برنامه علمی عبادی. ایشون آشنا نبودن، گفتن من یه پروفسور هستم و فرزند ندارم و سال آخر کارم هست، هیچ میکنم و برات آینه تزیه میکنم. بلاست خدا دارم و دعای استادان گرامی، شفای الهی شامل حال بهشت عزیز شد و پروفسور عزیز و مهربان خودشون رو دعوت کردن که بیان دیداری داشته باشن با شما. زنده بشی خواهر گلم. عبادت برای چی میخوایی زن؟ برکت بشید. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی عزیزم. سپاسگزارم اینا. زنده بشی، به خدا میسپارم ات خانم. خدا نگهدارتون باشه، روی ما نگهدارتون. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. جانم سلام عرض میکنم اینا جان. سلام خانم. حال شما خوبی؟ جانم بفرمایید. ممنونم. از کشور عزیزمون ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. عبادت میخوام برای آرش مادر ثریا. ام معجزه ها نازنینم. بله، میشه خانم بودن از آلمان که مادرش بر اثر بیماری ام اف حافظش از دست داده بود و دکترها کاملا از اون قطع امید کرده بودن. بله. که به لطف خدا و عبادت هم استاد از این شفا پیدا میکنن. مرسی. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهت هدیه کنه عزیزم. ممنونم از این میادم. اگه امکان داره دست پربرکتت هم بایش بالا ببریم میادم. چشم عزیزم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهش هدیه کنه عزیزم. جانم بفرمایی. سلام عرض کردم. سلام اینای عزیزم. سلام خانمم. حال شما خوبین؟ بفرمایید. ممنون عزیزم، سپاسگزارم. شما خوب هستید؟ قربون شما، لطف داریم. بفرمایید جانم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. بله. به چه اسمی؟ دعا برای نیایش نام مادر معزیز. از معجزه ها آقای بهمن که سرمایه گذاری کرده بود برای پیدا کردن الماس، به لطف نور الهی و عبادت استادان گرامی صاحب گنجینه به ارزش 300 میلیون دلار شدند که ایشون 100 میلیون دلار آن را به بنیادهای خیریه اهدا کردن. که خدا خیرشون. مرسی. دیگه چی میدونی نازنینه؟ خانم هدیه از آلمان که نارسمی قلبی داشتن با تهیه آینه به لطف نور الهی و عبادت استادان محترم شفا پیدا کرد. مرسی عزیز. عبادت برای چی میخوای؟ برای سلامتی و آرامش مینوید. سلامتی و آرامش و خدای مهربان تو زندگی به هدیه کنه عزیزم. خدا یارو نگهدار. زنده باشی. سپاسگزارم. خدا حافظ. خدا نگهدار عزیزم. عزیزای من، گلای من، باسم خیلی موقع ها شما نازنینای من زنگ میزنید میگید زمانی رو که گذاشتی برای ثبت نام که برای به دست آوردن الماس میخوایم باشه، خیلی زمانش کوتاهه نازنینای من. بین ساعت به وقت کشور عزیزم ایران گفتی از ساعت 4 صبح تا ساعت 8 صبح و میفرمایین که البته معذرت میخوام تا 7 صبح، خیلی عرض میخوام. و شما نازنینای من گفتین زمانش خیلی کوتاهه. نازنینای من، عزیزای من، در نظر بگیرید اگه شما از ساعت 4 صبح تا 8 صبح هم به ما زنگ بزنید، مستعد میکنیم جواب تلفناتون بشیم. 8 صبح شما نازنینای من اینجا میشه نزدیک 2 نصف شب ما. اگه از این ور زمان رو بخوایم به اصطلاح مثال بگیم تا 10 صبحتون عزیزای من، اون وقت ما باید در 24 ساعت بعد 2 ساعت هم نخوابیم. باور بفرمایید عزیزانی که جواب تلفن ها رو میدن، البته عزیزانی هستن که تماما شفا گرفته هستن و هر شب گروهی بهمون
کمک میکنه که جواب تلفن ها رو بدیم نازنینای من، و این چنین نباشه که اون عزیزا تا دیر وقت مثال طبیعتاً خب میخوان برن به خونه هاشون نازنینای من. اگه از این زمان به شما میگیم، شماهایی که 4 صبح اگه از خواب بیدار شید نازنین من زنگ بزنید، فکر میکنم یه کمی بله از خوابتون زده میشه، ممکنه آزارده بشید، ولی نازنینم برای به دست آوردن زندگی بهتر انسان بعد از بعضی چیزها هم میشه بگذره. بس از خواب البته ازتون خواهش میکنم یه موقعی بچه ها خیلی گله دارن، خیلی ناراحتن از این که میگن عزیزانمون وقتی زنگ میزنن به همون انقدر خوابالو هستن که هی پشت سر هم میگن الو الو الو. نه عزیزای من، خواهش میکنم این چنین نکنید. قبل از این که به برنامه علمی عبادیت میخوایی زنگ بزنی، خواهش میکنم برو صورتتو بشو، حتما تازه باش، ولی یه لیوان آب پرتقال، یه لیوان آبی چیزی بخور، خواهش میکنم که یعنی واقعا بیدار باشی که میخوایی زنگ بزنی. به این دلیل که شما عزیزای من میبینم یه موقع های واقعا عزیزا حق دارن، یه موقعی میذارن صدا رو ما هم میشنفیم، میبینیم که فقط شما ها چندین بار دارین داد میزنین الو الو میکنین. نازنینم عزیزم اگه آمادگیشو داری تلفن بزنی خب چقدر خوبه، ولی اگه آمادگیشو نداری بذار یه روز دیگه، بذار زمانی که واقعا میتونی از خواب پاشی وقت بذاری به برنامه علم عبادی زنگ میزنی. نازنینم خونه خاله که زنگ نمیزنی هی بگی خاله حالت چطوره الو، نه عزیزم درست نیست. تمام کسانی که جوابای تلفن ها رو میدن واقعا میشه گفتش که من دیدم که پریروز خانومی داشت جواب تلفن رو میداد و سوال میکرد که آیا تو تا الان با تلفن صحبت کردی؟ نازنینم من به من برخورد، به عنوان یه ایرانی طبیعتا برخورد به هم. و وقتی از گفته خمش 4 بار گرفته و فقط میگه الو الو، گفتم به من ایرانی برخورد؟ گفت من کجایی هستم. و نازنینای من یه موقع های اینجا هم باور بفرمه یه مشکلاتی هستش، دیدیم که بله ایشون هم خب درست میفرمه چون خودشون هم ایرانی هستن. ولی نازنینای من سعی کنید واقعا انسان وقتی تلفن میخواد برای جایی تلفن بزنه طبیعتا باید آمادگیشو داشته باشه دیگه. شالله که این چنین باشه. شما نازنینای من، انسان وقتی میره به یه اداره عزیزم دیگه سعی نمیکنه مثال با بیرجامه بره به اداره که خودشو آماده میکنه میره. شما وقتی داری تلفن میزنی عزیزم صورتتو بشور قشنگ، سعی برنامه علمی عبادیه. اگه نازنینم اینجا این برنامه رو بهتون نگن مشکلاتو، راستی اگه تا الانم یاد نگرفتین بس باید چیکار بشه؟ بس میمونیم همینطوری. نازنینای من و از خدای مهربان پروردگار رو شکر میکنیم به دلیل اینکه تنها برنامه یک خیلی راحت واقعیت ها رو میگه. نازنینای من نه توهین میکنیم به کسی، نه با کسی کاری داریم اگه کسی کارمون نداشته باشه. و نازنینای من در نظر بگیرین که تنها برنامه یک که تونسته واقعا به هم نوعی خودمون، هم وطن خودمون که یه دون از مشکلات بزرگی که در کشور عزیزم ایران متاسفانه نسل جوان داشتن که رو نسل سالمندم اثر گذاشته بود، مسئله لوس صحبت کردن بود. و می دیدیم که نازنینای من از برنامه علم عبادی شروع کردیم که از خانوما خواهش کنیم، بعضی متاسفانه آقایون هم همینطور، و خواهش کنیم که عزیز من نازنین من سعی نکن لوس صحبت کنی، سعی کن باور بفرمایید. اگه یه عده تا حتی یه عده به ما میگفتن که آره ما وقتی لوس صحبت میکنیم مثال دوستامون میگن چه خوشگله چه خوبه چه، نه نازنین یه انسانی که عاقله بالغه سنش دیگه بالای 7-8 ساله اگه بخواد لوس صحبت کنه باور بفرمایید نه بلکه اصلا قشنگ نیست، بلکه میگن ممکنه که مشکل داشته باشه. بس میبینیم که چند میلیون ایمیل داریم که خدا رو شکر میکنیم، پدرها، مادرها، برادرها، خانواده ها از همون قدردانی کردن که واقعا چه اثر خوبی گذاشته تو گفتن صحبت کردن ملتمون. الان داریم راجع به این مسئله انشاءالله سعی میکنیم بیشتر صحبت کنیم که شما عزیزای من خیلی دپرس هستین، این آماری بسیار بزرگی رو داره به همون نشون میده. این شوالا برای عبادتاتون نازنینای من سعی میکنیم. و یه مشکل دیگه ای که شما عزیزای من اگر خدایی نکرده اتفاقی براتون میفته، دپرس هستین و سعی میکنین دپرسی رو به دیگران هم انتقال بدی، و سعی میکنیم این شوالا با امید نور الهی با لطف پروردگار
سعی میکنیم راجع به این موضوع هم بیشتر توضیح بدیم، به این دلیل که عزیزم نازنینم وقتی تو خدای نکرده حالا حادثه مشکلی پیش اومده، دیپرس شدی، اگه تو به خواهر، برادر، دوست، بچت اینا رو بخوای انتقال بدی، اون موقع دیگه اونها هم نمیتونن درست تصمیم بگیرن که راستی چیکار کنن. بس امیدوارم نازنینم، ما انسان ها تو دنیا اومدیم برای خوبی ها، برای بدی ها، برای اینکه خبرهای بد بشنفیم، خبرهای خوب بشنفیم، این دیگه قانون طبیعت عزیزای من. بس چجوری باهش کنار میایم، اون ایمانمونو میرسونه، اونه که ما رو تازه میگیم امتحانمونو چگونه داریم پس میدیم. و نازنینم عزیزم، مشکلات هست تو زندگی، ولی انشاءالله که مسئله دپرس بودن ازتون دور بشه و انشاءالله که بتونیم عاقلانه انسان بتونه رفعش کنه. برای هر مشکلی طبیعتاً میدونیم، برای هر دردی میگن درمونی هست، و برای هر مشکلی هم نازنینم عزیزم میبینیم که به اصطلاح براش درمانی هست. ما خانمی رو داریم به اسم سهیلا، میگه که من تو زندگی خودم احساس میکردم که بله تو زندگیم طلسم سیاه اومده بود و انقدر دپرس شده بودم، به شوهرم میخواستم بگم که مشکلمون چیه، ولی هر دفعه که میخواستم با ایش صحبت کنم دوام میشد و اونم با من دعواش میشد و آخرش این مسئله، این گرفتاری به اونجا کشونده شده بود که متاسفانه ما با هم یک روز پرخاشگری کردیم. سهیلا و علی اینو به ما میگن و متاسفانه نازنینای من، بچه‌مون بر اثر وحشتی که کرد، بچه حرف زدنشو برای همیشه از دست داد. تا اینکه یک روز برنامه علمی عبادی رو نگاه میکردم، راجع به مسئله دپرسی داشتین صحبت میکردی، تازه فهمیدم چه بلایی سر من اومد. تازه فهمیدم که عزیزای من، بله اگه مسئله دپرس بودن سهیلا یه مقدار کمتر بود، میشست با علی صحبت میکرد. عزیزای من، گرچه الان میبینیم که با نور الهی، با لطف پروردگار، نازنینم دپرسی سهیلا خوب شده، یعنی شفای نور الهی نصیبش شده. و مسئله دیگه که عزیزای من، نازنین من، این چنین که میگه ای کاش چندین سال پیش من این برنامه رو میشناختم و میدونستم که این همه زندگیمون به هدر نمیره و فرزندم چه به اصطلاح مشکلاتی در مدارس نکشید که به خاطر این که نمیتونست حرف بزنه، کسانی باش بازی نمیکردن و دوران بچگیش تموم شد و حالا با تمام اینا خدا رو شکر میکنم. همیشه میگه خجالت زده از این بودم که خب من میدونستم که دختر من به دلیل این که نمیتونه صحبت کنه شاید هیچ وقت نتونه ازدواج بکنه، ولی نازنینای من با لطف خدای مهربان، با لطف پروردگار میبینیم که امروزه شفا نصیبش شده، شفای لطف الهی نصیبش شده و نازنینای من طلسم سیاه از زندگیش دور شده و خدا رو شکر میکنیم. لااقل آقای علی هم در این مدت طولانی نازنینای من ازدواج نکرده و انشاءالله با نور الهی، اینجور که ما خبردار شدیم، آقای علی روز چهارشنبه به طرف کشور ترکیه، از کشور عزیزم ایران به طرف ترکیه اومدن و دارن میان پیش خانمشون و بچهشون. نازنینای من، میدونین چقدر خانواده ها گرفتار طلسم سیاه بودن، گرفتار جادو بودن، به همین دلیل این اتفاقا براشون پیش اومده و متاسفانه از هم جدا شدن. متاسفانه میبینی جادو میشه تو زندگی هاشون که جادو روشون اثر میذاره، صاحب فرزند نمیشن، با هم دیگه نمیتونن کنار بیان، با هم دیگه نمیتونن آروم خوشحال زندگی کنن. نازنینای من، گلای من، بس اگه انسان درست بشینه فکر کنه و اگر امیدوارم مسئله جادو تو زندگی هیچ کدوماتون اتفاق نیفته، ولی اگه عزیزم نازنینم خدای نکرده احساس میکنی که چنین اتفاقی تو زندگی افتاده، حالا بر اثر جادویی که برات پیش اومده، مثال خدای نکرده دختره بختش بسته شده، پسر ده طرف مواد مخدر رفته، خدایی نکرده اسمتون داره خراب میشه، نازنینم عزیزم اگه اینها رو لااقل اگه خودت هم متوجه نمیشی، امیدوارم اطراف تو کسی باشه، خواهری، برادری، دایی، بسیار داریم از این خانواده ها که میگن با
بله خواهرم احساس میکنم زندگیش داره ویران میشه و من متوجهم که براش جادو پیش اومده و اقدام میکنن. تازه وقتی اونا زندگیشون به وضع نرمال برمیگرده، تازه اون خانواده میشینن میگن آره ما مثال برای تو دادیم، عبادت شد. تازه اونا متوجه میشن که از چه چیزایی که خودشون دیگه فراموش کرده بودن زندگی رو داشتن رنج میبردن. پس نازنینم عزیزم، خدای مهربان پروردگار برای ما انسان ها همیشه راهی رو قرار داده. این حق ماست که انتخاب کنیم که ببینیم واقعا چه جوری میتونیم زندگیمون رو درست حفظش کنیم. انشاءالله که خدای مهربان پروردگار هیچ وقت کمک کنه که تو زندگی هاتون جادو نباشه. ولی متاسفانه نازنینای من، افرادی که بی ایمان هستن، افرادی که بی احساس هستن، طبیعتاً میدونین در دنیا کم نیستن. چه ملیت‌های خودمون، چه ملیت‌های دیگه عزیزای من، همه جای دنیا هستن اینا. ولی اگر خدایی نکرده در زندگی ما اتفاقی افتاد، ما باهش چه جوری برخورد میکنیم، اون خیلی مهمه. انشاءالله که ایمانتون به نور الهی قوی و قوی تر باشه. و مسئله نازنینای من، یه درم خبردار شدیم که عزیزانمون خودشون کسانی هستن که بله گرفتار جادو میشن و میان از برنامه علم عبادی کمک میگیرن، با لطف خدای مهربان کمک میگیرن، زندگی هاشون درست میشه، به گنجینه دسترسی پیدا میکنن، دخترشون عروسی میکنه، پسرشون از مواد مخدر نجات پیدا میکنه، شوهرشون، دامادشون، بعدش میبینی نازنینای من اصلا هم عنوان نمیکنن تو محل یا میذارن از محل میرن. اینا رو هم داریم نازنینای من. و اونها یه موقع میبینی میشینن مثال که شما میخوای برای زندگی خودت اقدام کنی، میگه که نه این کارا خرافات. و نازنینم عزیزم، اگر خرافاته، در کتابای مقدس که من و تو هممون در خونه هامون کتاب مقدس رو داریم، بس چرا توش هستش؟ بس انشاءالله که انکار نشیم به این مسئله و این مسئله رو بسیار جدی بگیریم. انشاءالله که خدای مهربان پروردگار حامیمون باشه و دور از این شیطان صفت ها باشیم که تو خونه هامون، تو زندگی هامون، برامون، به اسممون جادو بکنن. خطی بگیریم، با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. الو، سلام از ما. سلام به مینای عزیزم. خوبی خانومم؟ فداتون. سلام، قربونت برم. مرسی. سلام به هفت استاد گرامی. مرسی گلم. از کشور عزیزم، از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ بله، عبادت میخواستم به نام فرح مادر کبرا. ام معجزه ها عزیزم. بله، آقای هاشم برادر عزیز ما بودن، 2 سال بیگناه زندانی بودن. بله. بعد از تایه آینه 100 ساله به لطف خدای مهربان عبادت 7 استاد عزیز ما آزاد میشن. بعد از این برادر عزیز ما یک آینه به کسی مثل خودش که بیگناه در زندان بود هدیه میدن. خدا رو شکر میکنیم که نور الهی نصیب ایشان شد. عبادت برای چی میخوای عزیزم؟ سلامتی، آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهت هدیه کنه عزیزم. قربانت برم، دست شما در نکنه مینای عزیزم. دست زیباتون اگه برام بالا ببرین میبوسم از راه دور شما رو. قربونت برم. مرسی، فدای شما. خدا نگهدار عزیزم. جانم بفرمایید. خدای مهربان برکت سلامت و آرامش هدیه کنه به نازنینم. سلام خانمم، حال شما خوبی نازنینم؟ جانم ممنون و سپاسگزارم عزیزم. بفرمایید گلم. سلام و عرض ادب و احترام دارم به بزرگوانوی ایمان و اعتقاد، هفت فرشته الهی، استادان قدرتمند و کبیر، آریای گل و اساتید محترم در 4 کالج قدرت پنهان. مرسی نازنینم. از کشور عزیزم ایران تماس گرفتم. کشور عزیزم ایران. بله، به چه اسمی؟ به نام اکرم، نام پدر ذبیح الله. ام معجزه ها نازنین؟ از معجزه ها پوران خانم عزیزم که ایشون نابینا بودن درخواست عبادت 3 ساعته می کنن. بله. که به نور الهی و لطف پروردگار و عبادت اساتید عزیز و نازنینم شفای نور الهی نصیبشون میشه و با دوستانشون به طرف مسجد رفته بودند و سپاسگزاری کرده بودند و ایشون برای عبادت و شکرگزاری از نور الهی گردنبندی رو که از مادرشون به ارث برده بودن
به اعضای خانواده قدرت پنهان دادن که بچه های خیابانی هدیه کنن که شما فرموده بودین ارزش این گردمن 37 میلیون دلاره که انشاءالله باعث شادی روح مادر نازنینشون بشه و ما سجده شکر داریم در برابر لطف پروردگار و سپاس گذاریم از قدرتی که خداوند به اساتید عزیزم عنایت فرموده. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنین؟ عبادت برای برکت گشایی عزیزم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهتون هدیه کنه عزیزم. خدای یارو نگهدارتون عزیزم. سپاسگزارم از عبادتی که برای بچه های سرطانی داشتید. خیر مقدم میگم به اساتید عزیزم که مجددا قدمشون رو چشم ما میذارن و به کشور ما میان. از محبت، عشق، برکت و سلامتی که به خونه هامون هدیه دادی مینای عزیزم سپاسگزار هستم و دست نازنین خودتو اساتید رو میبوسم که برام بلند کنی. انشاءالله که نور الهی نگهدار همه شما عزیزان باشه. خدا یارو نگهدار. خدا حافظ عزیزم. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهتون هدیه کنه عزیزم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام عزیزم. سلام خواهر بوده ببارم و سلام دارم هفت استاد نازنین. زنده باشین. حالتون خوبه؟ شاد عبادتشو قبول باشی شما. الهی قبول حق باشه. الهی. جانم بفرمایید برادرم. ممنون زنده باشی. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ خودم جواد، نام مادر فاطمه. هم معجزه ها؟ از معجزه ها حسین آقا از تاقدشت بودن که مدت 15 سال احتیاط داشتن که به لطف نور الهی و با زحمات هفت استاد نازنین شفا گرفتن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای؟ برای بحث دوشوی میخوام. خواهر بوده ببارم. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگی. خدای ممنون. خوشحال شدم که دوباره یعنی هفت روز فرشته نازنین میخواین سفر کنم به کشورمون عزیزمون ایران. ان شاء الله از نور الهی میخواین که شما هم کشور عزیزمون ایران بیاین، ما شما از نزدیک ببینیم تا میزبانی برای شما باشیم. آرزو دارم. امید خدا. خدا یارو نگهدارتون. خدا حافظ. خیلی ممنون. خدا حافظ. با امید روزی که قبول کنن که وقتی میخوام بیام به کشور عزیزم ایران نگن فقط 150 نفر میتونن کنارتون باشن. نه چنین نیست نازنینای من. و اون 150 نفر کیا باشن؟ فقط از خودشون. نه نازنینای من، به امید روزی که خدای مهربان کمک کنه بیام و کنار ملتم باشم، هر جایی که دلشون میخواد باهشون باشم. به این امید. برام فرقی نمیکنه که نازنینای من روی زمین بشینم، تو پارک بشینیم یا هر جایی که باشیم، مهم اینه که کنار ملتم باشم. انشاءالله که خدای مهربان پروردگار کمک کنه و نظریهشون عوض بشه. بله مهره مار سفید دو سر افسانه‌ای هم برای ملت ایران نازنینای من این چنین کرد که تا حتی از دیدار من و شما رو محروم کردن. ولی یادمون نمیره خدا که محروممون نکرده نازنینا. انشاءالله که خدای مهربان پروردگار حامیمونه و باز هم تلاش میکنیم تا کنار شما عزیزا باشم. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام به بزرگوانی عزیزم اینا جان. سلام به هفت استاد عزیز گرامی و آریا جانم. جانم بفرمایید. جانم. من هم دیشب با عبادت ها با شما بودم برای بچه های سرطانی. ایشاله که همه تمام مریضا شفا پیدا کنن و خیلی خوشحال شدم خیر مقدم استادان عزیزم بله. که به کشور عزیزم ایرانیان خبر خوشحالی بود که به ما دادیم، انگار تمام دنیا رو به من دادن. ممنون و سپاس گذارم. بفرمایید از کجا زنگ میزنی نازنین؟ از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. عبادت میخوام. بله به چه اسمی؟ معصومه نام مادر آسیه. اما معجزه ها؟ خانم بتول از شهرستان قربه به لطف خداوند مهربان و دعای هفت استاد عزیز و گرامی به گنجینه دست پیدا می کند. برای شهر قربه 10 میلیون دلار کمک کردن که بازسازی شود و برای 12 نفر از عزیزان که دم بخت هستن جهیزیه کمک کردن و می گوید من گنجم را به عجله نمی فروشم و گفتم فرق نمی کند، کسانی که ازدواج مجدد دارن برای آنها هم جهیزیه تهیه می کنن. البته الان هم در اروپا زندگی می کنن. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنین؟ برای برکت گشایی. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کن.
خدا یارو. ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار. زنده باشی. خدا حافظت. جانم بفرمایید. الو. جانم بفرمایید. سلام و عرض و ادب و احترام دارم خدمت خواهر گلم. زنده باشی عزیزم. ممنونم. بفرمایید خانم. اینا سادات مددی و هفت ستاره درخشان گرانبها و قدرتمن و آریا عزیزم. فداتون بشم. لطف داری عزیزم. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران. بله. به چه اسمی؟ عبادت رای صدیقه نام مادر زهرا. هم معجزه ها نازنینم. آقای کوریش که اهل بانه بودن در سرمایه‌گذاری شرکت کرده بودن. بله. به لطف نور الهی به دعای هفت ستاره درخشان کبیر به زحمات خواهر عزیزم به گنجینه میرسم و به پاس و سپاسگزاری از نور الهی یک آینه برای یک عزیزی که اهل بانه است و فلج هم هست، حالا فرق نمی کنه چه خانم باشه یا چه آقا یا چه کوچک چه بزرگ، هدیه دادم دستشون درد نکنه. زنده باشی عزیزم. ممنونم از لطفتون. عبادت برای چی میخوای خواهرم؟ برکت گوشایی مینا جان. خدای مهربان برکت بیاره تو زندگیت نازنینه. مینا جان اجازه میدین یه عرضی خدمتون بگم؟ بفرمایید جانم. مینا جان تازه بعد از سالها که ما راه راست را شناختیم عزیزم. و به تمام دنیا میرسانیم که ما عاشقان قدرت تنها تحتیتی شرایطی دست از برنامه قدرستان ها بر نمیداریم. مرمونتون برم. لطف دارین عزیزم. به خیر مقدم میگم پیشا پیش حضور مقدس هفت ستاره درخشان باز هم در آسمان ایران. خدمتتون بشم. لطف دارین. زنده باشی عزیزم. الهی که با خودشون نور الهی رو هدیه کنن نازنینای من از طریق لطف پروردگار البته. آره گلم. انشاءالله. ممنونم خواهر گلم. خدا نگهدار. صداتون بشم. خدا نگهدار شما. به خدا میسپرم. خدا نگهدار. عزیزای من، گلای من، یه عبادتی هم خواهیم داشت به زودی. البته سعی میکنیم نازنینا زیاد زیر نویسه نمیدونم، امیدوارم که شما نازنینا میدونی چقدر خانوما هستن در کشور عزیزم ایران. نازنینای من متاسفانه گمراه شدن و برای اون عزیزا هم عبادت میکنیم. حالا عبادت کردن برای اونهایی که گمراه شدن چه فایده ای داره؟ اینو اجازه بدین عرض کنم خدمتتون نازنینای من. و خیلیاتون هستین میگین که خب اونا گمراهن، برای چی وقت میذاریم براشون؟ نازنینم عزیزم زود تصمیم نگیر. ببین اونهایی که گمراه هستن احتیاج دارن که براشون عبادت بشه. حالا دلیلش چیه؟ وقتی در نظر بگیر نازنینم در اجتماع اگر این گمراه ها نباشن خانواده ها امترن، خانواده ها در امینن نازنینای من، خانواده ها بهتر میتونن با خیال راحت زندگی کنن. وقتی مثال شما یه مادری هستی یه دونه دو تا پنج تا دختر داری، دخترت بله میخواد تو اجتماع بره دانشگاه درس بخونه بره سر کار برگرده و متاسفانه میبینیم که متاسفانه یه سری آقایون که انسان نمیتونه اسمشم آقا بذاره، یه سری مردای بیبند و بار باید بهشون گفت نازنینای من، متاسفانه مزاحمت ایجاد میکنن براشون و مشکل ایجاد میکنن. بله نازنینای من برای اون فریب خورده ها عبادت کنیم، شاید اونها بهتر بشن، شاید اجتماع تمیزتر بشه. و همچنین برای این مردای فریب خورده نازنینای من به این امید که اجتماع ما اجتماع پاکی باشه، از خدای مهربان از پروردگار همه موقع آرزو میکنم که پروردگارم به همون هدیه کن که اجتماع ما اجتماع سالمی بشه. نازنینای من در نظر بگیرید چه ایرادایی در اجتماع ما داری، اجتماع ایرانو میگم، کشور عزیزم ایران. شما در نظر بگیرین چند درصد از عزیزان ما خانم یا آقا فرق نمیکنه آلوده به مواد مخدره، چند درصد خانما متاسفانه مشکل دارن نازنینای من، خطر برای خانواده ها داره به این دلیل که بله نازنینم وقتی آزادانه هزار تا کثافتکاری متاسفانه انجام میدن نازنینم عزیزم خانواده ها دیگه در امنیت نمیتونن زندگی کنن. و چند درصد مردهایی داریم، البته مردهای جوونی که متاسفانه مشکل دارن. پس نازنین من عزیز من
در نظر بگیریم، مشکل پشت مشکل. بعضی هاش هست اصلا توان نداریم به زبان بیاریم و حیف زبانمانه که برای این نوع افراد فعالیت کنه. نازنین و برای تمام اینا عبادت باید بشه. و مسئله دیگه نازنین من، عزیزای من، چند درصد ملت عزیز من گرفتارن، دپرسن، نگرانن برای فردا و نازنین من با مشکلات دارن زندگی میکنن. انشاءالله که پروردگارم خدای مهربان حرف دلامونو بشنفه و بتونیم برای اونها عبادت داشته باشیم. بس وقتی عبادت ها رو نازنین من اعلام میکنیم، به چه دلیله؟ بعضیاتون سعی نکنین پرخاش کنیم، بگیم برنامه علمی عبادیه، چرا برای این ترکس ها عبادت میکنین؟ عزیزم نازنینم، وقتی یه باغچه خوشگل تو خونت میکاری، گلایی رو که دوست داری توش میکاری، ولی نازنینم عزیزم، اگه علف هرز میبینی کنار اون گلا، سعی میکنی علف هرز رو نذاری روش کنی، سعی میکنی از اونجا بکنی و دورش کنی. پس نازنینم عزیزم، با عبادت کردن برای اونها هم آرزو میکنیم خدای مهربان وجدانشون رو به درد بیاره، با خانواده ها کاری نداشته باشن و خدای مهربان برکت از راه حلال بهشون بده که نازنین من اجتماع ما امن باشه، خانواده ها با مهر و محبت زندگی کنن. بس امیدوارم بعضی از عبادت ها رو که شماها از ما میشه گفت سوالایی انجام میدین که نازنینای من، شاید نمیشه دلیل به دلیل وقت نداشتن نمیشه دونه دونه توضیح داد، ولی اینجا میایم برای کلتون عنوان میکنیم و جواب سوالاتتون رو خیلی ساده سعی میکنیم براتون عنوان کنیم. انشاءالله که قضاوت بی جا نکنین و موقع عبادت اگر میتونی با ما باش، اگر نمیتونی نازنینم بگیر بخواب و انشاءالله که خدای مهربان، مطمئن باش انقدر هستن که با همون عبادت میکنن، پروردگار به همون کمک کنه و اجتماعی کشور عزیزم ایران سالم باشه. خطی بگیریم با شما باشه. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام مینای عزیزم، خوب هستی؟ سلام گلم، حال شما؟ خوبی نازنینم؟ خسته نباشید. قربونتون برم، زنده باشید. زنده باشید عزیزم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران؟ بله بله، بفرمایید. عبادت میخواستم به نام آرزو، نام مادر گوهر. از معجزه ها؟ از معجزات قدرت پنهان در فرانسه. خانم من میشه یه ذره قشنگتر صحبت کنی؟ خانم من ببخشید، ما داریم راجب لوسی و راجب اینطور مسائل داریم صحبت میکنیم که نکنید. الان من زیاد جالب نیست طرز صحبت کردن شما با ما نازنینم، سعی کن خانمانه صحبت کنی. منو ببخش عزیزم، من امروز قطعتون میکنم، ایشالله دفعه دیگه اومدی رو ارما خیلی خانمانه متین صحبت کن نازنینم. صدا تو ولی توی تکرار برنامه خواهش میکنم گوش کن. خدا نگهدار. خدا نگهدار. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام مینا جون، حال شما؟ سلام خانمم، حال شما خوبی؟ بفرمایید. خوشحالم از اینکه دوباره صداتون رو میشنوم. کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای مسعود، نام مادر کبرا. از معجزه ها نازنینم؟ از معجزه های قدرت پنهان، خانم ترانه 18 ساله بودن که بچه دار نمیشدن. با تماس با برنامه دعای هفت استاد بزرگ با عبادت سه ساعته. خانمم چند ساله بودم؟ آینه. خانمم چند ساله بودم؟ بله 18 ساله بودم که ازدواج کردم. آه 18 ساله بودن که بله، چون شما الان به من گفتی 18 ساله بودم، گفتم خب برای راجبه چی داری صحبت میکنی. بله بفهمیم بقیه. با تماس با برنامه دعای هفت استاد بزرگ با عبادت سه ساعته و تهیه آینه صاحب فرزند دو قلوی میشن که این ترانه خانم تلسی شده بودن توسط دختر خالشون فریده. درسته، ممنونم، مرسی عزیزم. خواهش میکنم. عبادت برای چی میخوای گلم؟ عبادت میخوام برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهتون هدیه کن عزیزم. ممنونم مینا جون، اگه اجازه بدین میخواستم یه عذرخواهی کنم ازتون به خاطر دو سه شب پیشی که باهاتون تماس گرفتم و یکم دپرس بودم و این باعث ناراحتیتون شد.
معذرت میخوام ازت. خواهش میکنم فداتون بشم، اصلا این خاطرم نیست. چون اصلا توی قلبم سعی نمیکنم کینه ها رو بهش اهمیت بدم. فدات بشم، منم تو رو بغل میکنم میبوسم عزیزم. خدا نگهدار. عزیزم ممنون. اگه لطف کنید دست پرمهرتون هم برش بالا ببرید ممنون میشم. چشم. خدا نگهدار عزیز. خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدای مهربان سلامتی آرامش و برکت و هدیه کنه بهتون عزیزای من. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. جانم بفرمی خانمم، حالتون خوبه؟ سلام اینه جون. سلام گلم، حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ مرسی عزیزم، بفرمی جانم. بنابراسی. زنده باشی. ببخشید. عبادت میخواستم. خانمم از کجا زنگ میزنی؟ از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. تازه میگه آها. عزیزم کشور عزیزم ایران جا. گفتنش که خیلی آسونه، مشکل برات؟ از اصخایی میکنم خداتون بشه. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله. به چه اسمی؟ عبادت میخواستم برای موبیل. بله. نام مادر زهرا. از معجزه ها؟ بله از معجزه ها. آقای خادی که در تهران تو جاده تالوس در راه بودن، مقدار طلا هم داشون بود که با اصرار خانواده که گفتن یه مغازه تو اونجا داشته باشن و مقداری و به وقت تعدادی با چاقو به کمرش زدن و قطع نخا شده بودن. براشون عبادت 3 ساعته انجام شد که 9 ساعت طول کشید. بعد خانم آقا هادی ایشون رو با چاقو زده بودن، فهمیدن که بعد خانمش زده بود درست. و صفا گرفتن به نور الهی و حق استاد عزیز و برای تمام روستایی ها کمک میکنن و 7 خانواده رو به مدت 1 سال برنج داشته باشن. پرویز برادر خانم ایشون اعتراف کردن که میخوان طلاق رو از شما بگیرم تا عدیسی بگیرم، فقط به این خاطر بود. مرسی عزیزم، زنده باشی. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برای سلامتی و آرامش. خدای مهربان سلامتی و آرامش رو تو زندگی بهت هدیه کنه نازنینم. یک دنیا ممنون. زنده باشی. خدا نگهدارت. قربون شما برم. زنده باشی. خدا حافظ. عزیزای من، گلای من، اجازه بدین باز هم برای شما عزیزا عنوان کنیم که بله یه دونه از عزیزانمون که به گنجینه دسترسی پیدا کرده و در کشور عزیزمون ایران در اهل تبریز هستن، این برادر نازنین، البته خودشون و خانم نازنینشون. این چنین هستش که میگن خالمون در کشور عزیزم ایران هنوز هستش و برای خاله هزینه زیادی رو فرستادیم و گفتیم که برای عزیزانمون به مناسبت عید قربان برین و برای هر روستایی یه دونه گوسفند بخرین بهش اضافه بدین. و گفتیم آخه چرا براشون گوسفند؟ گفته من این چنین برای خودم نیت کردم که 1000 تا گوسفند هدیه کنم و خالم برام این چنین کرده و میدونم که داره کسانی رو البته استخدام کرده دارن بهش این هدیه رو برای روستایی ها انجام میدن و خدا رو شکر میکنیم. از یه نظر دیگه میگیم که در تبریز عزیزانمون به مشکل بر نخورن که 1000 تا گوسفند رو یه نفر میخره و در نظر بگیرین انشاءالله که این مسئله مشکلی پیش نیاره برای بقیه. البته خب یه مسئله رو بعد عرض کنیم خدمتتون، طبیعتا شاید خیلی ها که گوسفند رو بهشون میدن شاید نخوان نگه دارن، شاید به اصطلاح برای خودشون بذارن و گوشت بس باز هم میشه گفتش که خب خیلی هم گوشت لازم ندارم برای مدتی انشاءالله. ما همه جوره سعی میکنیم در نظر بگیریم که ضرر به هیچ گروهی نخوره عزیزای من. انشاءالله که موفق باشین. باز هم ما میگیم که خدا رو شکر میکنیم که چنین عمل قشنگ و زیبایی رو انجام دادن. بسیار خوبه نازنینای من، میدونیم خبر داریم در کشور عزیزم ایران متاسفانه گرچه قلبمون به درد میاد نازنینای من، میدونیم که بسیاری از عزیزانمون مشکل پروتئین دارن، نخوردن گوشت و مرغ و اینا کافی نیست براشون و این هم عمل بسیار قشنگ و زیباییه. انشاءالله که عبادتاشون به هر نیتی که این کار قشنگ و زیبا رو کردن قبول حق باشه، انشاءالله 1000 برابر بهشون صحیح و سلامتی و آرامش و برکت، مطمئنیم که بهشون برمیگرده. باز هم
خدا رو شکر میکنیم براشون و سعی میکنیم هر گونه خبری رو برای شما عزیزا عنوان کنیم و چرا که نه به این دلیل که شما که به گنجینه دسترسی پیدا میکنین لااقل بدونین که چه کارهای قشنگی میشه کرد. جانم بفرمین. سلام عرض کردم. سلام خدمت مینا خانم. سلام گلم، حال شما خوبی نازنینم؟ جانم بفرمین. قربونتون برم، خسته نباشی، خدا قوت میدم به شما. زنده بشی. سلام خدمت شما عزیز و خاص استاد عزیزم. خدمتتون باشم. از کشور عزیزم ایران تماس میگیرم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ به نام مریم، نام پدر محمد. اما معجزه ها عزیزم، فیروز خانوم عزیزم که گرفتار طلسم سیاه بودم به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردم. فرزند آقای طباطبایی که اعتیاد داشتم به لطف خدای مهربان و هفت استاد عزیزم شفا پیدا کردم. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخواد؟ سلامتی و آرامش. مینگه خدای مهربان سلامتی و آرامش رو بهتون هدیه کنه. به خدا میسپرم اتون نازنین. دست گلتو میبوسم، دست استاد عزیزم رو میبوسم که برام بالا ببری. چشم. خدا ایشالله به شما سلامتی، آرامش، ایشالله که سایتون رو بالا سرمون همیشه نگه داریم. قربونتون برم، سپاسگزارم از لطفتون. خدا یارو نگهدارتون. خدا نگهدار. خدا حافظ عزیزم. خدای مهربان سلامتی و آرامش و برکت و هدیه کنه بهت نازنینم. و امیدوارم که خدای مهربان لطفش رو بالای سر هممون داشته باشه. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. جانم بفرمایید. سلام عرض کردم. با عرض سلام خسته نباشید. زنده بشید خانم. شما و استادان عزیزم. فداتون بشم. حالتون خوبه؟ بفرمایید. قربونتون برم. زنده باشید. و با عرض خیر مقدم و خوش آمد صمیمانه به استادان عزیزم که به آسمان کشورمون تشریف میارن. قربونتون برم. زنده باشید عزیزم. جانم بفرمایید. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران، بله، به چه اسمی؟ مرتضی، نام مادر شهربانو. اما معجزه ها نازنینم، آقای علی آقا که در کارخانه تراشداری به خاطر پاشیدن ذرات فله در چشماشون باعث شده بود که نابینا بشن و دکترها هم قطع امید کرده بودن از بینایی ایشون، به لطف خدا و دعای هفت افتاده عزیزم شفا پیدا کردن. زنده باشی. مرسی عزیزم. عبادت برای چی میخوای نازنینم؟ برکت باشه این نفهم. خدای مهربان برکت تو زندگی بهت هدیه کنه خانمم. به خدا میسپرم. بیا خانم دوست داری بی زحمت دست پر مهرتونم برای من بالا بذارید. چشم نازنینم. خدا یار نگهدارتون. خداتون بفهم. خدا نگهدارتون. زنده باشی. خدای مهربان سلامتی آرامش برکت و هدیه کنه تو زندگی. نازنینای من، گلای من، کتایون عزیز، میدونیم که الان پای برنامه هستی، نشستی و داری برنامه رو نگاه میکنی. به تبریک میگیم، خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از لطف پروردگار برات کتایون جان. کتایون از کشور فرانسه، نازنینای من، کتایون عزیز این چنین بود که متاسفانه شخصی به صورتش اسید پاچیده بود و این چنین میگفتش که هیچ خبری اصلا نداشتم تا حتی نتونستم ببینمش و پلیس هم هیچ کاری نتونست بکنه، به این دلیل که من ندیده بودم شخصو و نمیتونستم نشونه بدم که پلیس بتونه به دست بیاردش. و خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم از نور الهی. کتایون زیبا که بسیار زیبا بود و الانم به گفته خودش زیباییم چندین برابر شد، گرچه برای مدت 7 ماه میگه من اسید پاشیده بودن تو صورتم و صورت بسیار زشتی داشتم و تا حتی روم نمیشد که به دانشگاه و در اجتماع اصلا ظاهر بشم. و مادر گلش و پدر نازنینش که در فرانسه پزشک هستن و گفته بودن که فقط و فقط میتونه قدرت پنهان، یعنی نور الهی میتونه کتایون رو نجات بده. خوشبختانه نازنینای من، کتایون عزیز شفای نور لطف پروردگار رو گرفته و میدونیم الان کتایون پای برنامه نشسته. و کتایون نازنین، شخصی که این بلا رو به سرش آورده بود، خوشبختانه نازنینای من دستگیر شده و خدا رو شکر میکنیم. و انشاءالله که کتایون ما همیشه با زیباییاش و قلب مهربونی هم داره و گفته که من میخوام برم به ترکیه. کسانی هستن که در ترکیه میدونم که بلا تکلیف هستن و سعی میکنم تا اونجا که بتونم خانواده های ایرانی که در ترکیه زندگی میکنن تا اونجا که من در توان مالیم باشه براشون وکیل میگیرم و اونایی که دارن اونجا زندگی میکنن
سعی میکنم کمک بزرگی براشون باشم. و نازنین من، عزیز من، اگر ایرانی هستی که در ترکیه زندگی میکنی و قصد مهاجرت داری به کشورهایی که حالا هر جایی که خودت انتخاب کردی، میتونی به ما زنگ بزنی و شماره تلفن تو به ما بدی نازنینم، که ما بدیم به کتایون عزیز. کتایون گفته که من میتونم برای 25 یا 30 تا خانواده کمک باشم، و شماره تو به ما بده نازنینم که ما بدیم به کتایون. کتایون خوشبختانه از خانواده ایه که میتونه کمک باشه، الهی شکر، و با لطف خدای مهربان. البته اینم عرض کنیم خدمتتون، کتایون گفته من از این ور دارم پولای پدر رو مصرف میکنم، از اون ور دلم گرمه چون ثبت نام کردم برای به دست آوردن الماس. بله فعلا داره. پدرش هم بسیار پزشک شوخیه در فرانسه و به همون میگه که فعلا کتایون تمام هزینه های ما رو، جیب ما رو داره خالی میکنه. انشالله که موفق باشن، الهی که معین باشن نازنینای من. و خیلی خوشحالیم از این که پلیس فرانسه هم از همون قدردانی کرده، تشکر کرده، به این دلیل که شخصی که با کتایون این چنین جنایت کرده بود، قاتل به اصطلاح کسی که اسید پاچیده بود نازنینای من، پیدا شده، بسیار قدردان هستن. خدا رو شکر میکنیم، سپاسگزاریم. و شما عزیزای من، شما نازنینای من که در ترکیه زندگی میکنین، خواهش میکنم سعی کنین با همون تماس بگیرین. همین الان ما خبر داریم که تا نیم ساعت دیگه ما خبر داریم که 15 تا از عزیزانی که شفا پیدا کرده هستن میان و اون دو تا تلفنی که تو باکس قرمز شروع میکنن به جواب دادن. خطی بگیریم و با شما عزیزا باشیم. به کتایونم میگیم زیبایی دوباره تو، تبریک میگیم با نور الهی. جانم بفرمی. سلام عرض کردم. سلام مینو جانم. سلام گلم، حال شما خوبی خانمم؟ بفرمی. سلام به شما، قربان شما. سلام به مینو جان عزیز و فداتون بشه، استاد گرامی. زنده بشه آریا جان عزیز، قربونتون برم. لطف داریم جانم. الو. از کشور عزیزم ایران زنگ میزنم. کشور عزیزم ایران؟ بله خانمم، کشور عزیزم ایران یک کلمه است، سری میتونی بگی؟ و چرا تیکه تیکه میگی؟ ببخشید. دعا میخوام برای اسماعیل، نام پدر محمد باقر. بله. اما معجزه ها؟ خانمم ببخشید، خانمم اصلا حواست به ما نیست. خدا نگهدار. بشین تلویزیون تو نگاه. ببخشید. خدا نگهدار. عزیزای من، گلای من، اگه رو درواسی کنیم که شما هیچ وقت اینا رو دقت نمی کنید، بس خیلی بیرو درواسی قطعتون کنیم که لااقل وقتی به برنامه علمی عبادی زنگ می زنید نازنینم از تلویزیون چشم بپوش. سعی کن دو دقیقه با من صحبت میکنی، بیشترم نیست، لازم نیست عزیزم. وقت دیگران رو نگیر، وقت دیگران رو براش ارزش قائل باش. با اجازتون نازنینای من، گلای من، باز هم اجازه بدین من این اعلامیه رو براتون بخونم، خبری که هستش. بعد برنامه 7 دقیقه استادای عزیز فرمودن که چشمامون رو ببندیم و اگر میتونیم دست راستمون رو، یه دونه انگشتمون رو بذاریم تو آب سرد، آبی که سرد باشه نازنین، البته یخ اینا نگفتن بندازیم، و عبادت خاصی رو میخوان انجام بدن برای کسانی که آیا بر اثر جادو صاحب فرزند نمیشن یا نه. عزیزای من، میریم و برمیگردیم، باز هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم با اجازتون.